سلام، من بیت آذری هستم با برنامه دیدگاه. سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران به دلیل ممنوع الخروج شدن توسط همسرش از همراهی این تیم در مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بازمان. این ورزشکار در اینستاگرامش نوشت: سال هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و ایران هم بزرگ نشده است. بر اساس قوانین ایران، زنان برای خروج از کشور باید اجازه رسمی شوهرانشان را همراه داشته باشند. از سوی دیگر هدا امید، وکیل دادگستری و نجمه واحدی جامعه شناس، به دلیل برگزاری کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده اند. منظور از شروط ضمن عقد ماده 11-19 قانون مدنی است که به زنان اجازه می دهد بعضی از حقوقشان را در هنگام عقد به عنوان شرط تعیین کنند. نجمه واحدی در حساب توییتریش خبر داده که دادگاه انقلاب در صدور حکم سنگین حبس برای او به امضای بیانیه کمپین اعتراض به لایحه خروج از کشور با اذن همسر در سال 1394 استناد کرده است. در این برنامه دیدگاه همراه با آسیه امینی، کنشگر اجتماعی از نروژ، اهمیت قانون شروط ضمن عقد و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی مردان در فقدان قوانین عادلانه به نفع زنان را بررسی می‌کنیم. خانم امینی، یک ماده از قانون مدنی یا همون شروط ضمن عقد برای یک وکیل و یک جامعه شناس حکم سنگین قضایی به دنبال آورده. این شرایط چی هستند و چه اهمیتی دارند و چرا اساساً باهاش مقابله میشه وقتی وجود داره؟ به این قضیه از دو جنبه میتونیم نگاه بکنیم. مسئله اول این هست که همونطوری که شما هم گفتین، قانون پیشبینی کرده که در قرارداد ازدواج یک سری از شروطی که به طور بالقوه یا بالفعل وجود نداره در قانون، ولی با توافق طرفین ازدواج میتونه به این قرارداد اضافه بشه. یعنی اینکه تازه اون هم شروطی براش تعیین کرده قانون. یعنی اینکه مثلا در زمره حقوق خصوصی افراد هست، مخالف با قانون اساسی یا شرع نیست و در زمره قوانین تفسیری محسوب میشه. یعنی قوانین امری نیست که شما نتونین درش دخل و تصرفی ایجاد بکنین. بنابراین قانون این رو پیشبینی کرده از پیش. در واقع برای مصداق شدن و ملموس شدن ماجرا میتونیم مثال بزنیم. ببینید، علاوه بر مثلا حق طلاق که خیلی راجع بهش صحبت شده، یه سری از حقوق هستن که شاید به طور طبیعی ما حتی بهش فکر نکنیم. دختران ما میرن از خونه پدرشون تحصیل میکنن، میرن کار پیدا میکنن، میرن در واقع وارد جامعه میشن، اما به راحتی قرارداد ازدواج میتونه اونها رو از اون حقوقی که ما فکر میکنیم طبیعی هست منع بکنه. طبق قانونی که وجود داره، مرده که میتونه تصمیم بگیره، همسرش میتونه حتی شغل داشته باشه، میتونه در اقتصاد مشارکت بکنه، میتونه از خونه بره بیرون و تحصیل بکنه. بنابراین این حقوق هستن که در قرارداد ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد میتونن واگذار بشن به همسر، و وقتی که از برابری حرف میزنیم با دونستن اینا خیلی موضوع ملموس‌تر میشه. اما به نظر من اون جنبه دومی که شاید مستقیم‌تر به سوال شما برمیگرده این هست که چرا روح قوانین ما با خانواده برابر یا با برابری جنسیتی مخالفت داره. شما ببینید، در همون شرط اولی که ما در موردش حرف زدیم، بچه اولی که حرف زدیم، یعنی این که قانون در چه شرایطی حاضر میشه که مرد این حقوقش رو واگذار بکنه به همسرش، یکیش مثلا این هست که شما نمیتونین ریاست خانواده رو به زن بدین. ببینید، وقتی روح یک قانون مخالف با برابری هست، وقتی این پیش زمینه و پیش فرض در قانون و قانونگذار وجود داره که در یک خانواده باید سلسله مراتب وجود داشته باشه، حالا حتی اگر کسانی بیان از اون شرط بالقوه
استفاده بکنن و بیان ترویج بکنن که چرا خانواده برابر به نفع مردم هست، به نفع همه هست، هم به نفع مردان هم به نفع زنان، مسلماً باهاش مخالفت میکنن. این برخورد شدیدی که با نجمه واحدی و خانم هدا امید شده از نمونه بارز این مسئله است. یعنی این دو فرد جز آموزش شروط ضمن عقد هیچ چیز دیگه‌ای در کارنامه در واقع دادگاهشون ندارن. بنابراین همینطور که گفتم این فقط منافات با اون روح سلسله مراتبی هست که در قانونگذار و مجری قانون وجود داشته. الان خیلی میشنویم که در ایران بعضی از محضرها حاضر به انجام این کار نیستن که حتی افراد با رضایت خودشون برن شروط ضمن عقد امضا کنن اونجا، و اگر هم انجام بدن به مرد هشدار میدن که شما هر وقت خواستید میتونید این شروط رو پس بگیرید. شما در این باره چه نظری دارید خانم امینی؟ ببینید اولاً خیلی از محضرهای ما محیطی کاملا مردانه دارن، یعنی اولاً صاحب محضرداران مرد هستن، عاقدان مرد هستن، کسانی که ثبت میکنن مرد هستن، جدای از اون در واقع تابع هم قانونی هستن که عواقبش رو در زندگی افراد دارن میبینن، هم تابع به طور عام تابع عرف و سنتی هستن که باز نتیجه‌اش رو دارن میبینن. اونها شاید به طور سنتی بسیار با این مسئله روبرو هستن که در واقع حفظ خانواده مهمتر از هر چیزه، و برای این حفظ خانواده معمولا در شرایط بغرنج اگر مردان طالب، مثلا به طور مثال اگر مردان طالب طلاق باشن، زن ناگزیر هست از اینکه بپذیره، یعنی چاره دیگه ای نداره. فوقش این هست که از اهرم های مثل مهریه بتونه استفاده بکنه برای اینکه بخواد اگر نخواد از زندگیش جدا بشه بتونش در واقع امتیازهایی رو بگیره. اما اگر زنان طالب این موضوع باشن، در واقع کل مجموعه قانون، قانونگذار، مجری قانون، محضرها و همه پشت مرد نیستن برای اینکه بخوان یک زنی رو سر جاش بنشونن. اون جاش کجاست؟ اون جاش همون شرایطی هست که ممکنه پرخشونت باشه، ممکنه نابرابر باشه، ممکنه اصلا ناخوشایند باشه براش. بنابراین هم قانون، هم عرف، هم شرایط و سنت در واقع تربیت کرده این محضردارها رو که این حقوق به نفع خانواده هست، به نفع در واقع شرایط عمومی هست. جدای از اون این واهمه هم وجود داره که ممکنه اونها متهم بشن به این که مخالف این روح نابرابر قانون که خیلی هم رسمیت داره دارن گام برمیدارن. بنابراین میگن سری رو که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ پیشنهاد میکنن به مرد که تو میدونی که آیا داری کار رو که میکنی در واقع زبون این زن رو داری دراز میکنی. به نوعی دارن این پیشنهاد رو بهش میدن دیگه. یعنی نگاه ماجرا به موضوع وقتی برابری خواهانه نباشه دقیقا اینه، دلیلی براش پیدا نمیکنن. برای همین توصیه میکنن که آقا این شرایط به نفع توه. من در یک سوال دیگه هم جواب دادم که مسئله فقط منفعته. بنابراین این منفعت مردانه نظام مرد سالار باید حفظ بشه، و اتفاقا این محضرها یکی از ستونهای حفظ این نابرابری هستن. خانم امینی، در اون سوی این ماده قانونی یک سری مردها هستن که به نظر میاد خودشونو متضرر میدونن. چه توجیهی باید برای این مردها آورد که این شرایط رو قبول کنن؟ مثالی که میزنم اتفاقیه که برای خانم سمیرا زرگری افتاده، به نحوی با همین شروط ضمن عقد مرتبطه. قانون این اجازه رو به همسر خانم زرگر داده که جلوی مسافرت حالا ورزشی یا هر سفر دیگه ای رو که او میخواد بکنه بگیره. در این شرایط مسئولیت فردی چه نقش و اهمیتی داره؟ بعد وقتی که این کار قانونیه و این مرد کار غیر قانونی انجام نداره چرا اینقدر بهش اعتراض میشه؟ این سوال خیلی مهمی هست. سوالی هست که شاید خیلی ها از خودشون پرسیدن و همه ما باید از خودمون بپرسیم. چون اساساً وقتی که در مورد برابری حرف میزنیم هر سر منافع هست. این که چه آدمی چه حقوقی به دست میاره در ازاش چه کسی چه حقوقی رو از دست میده. ببینید ما در خیلی از خونه هامون در بین خیلی از مردم دائم میشنویم که از استبداد و از نابرابری
برابری ناراضی هستند. قوانین فعلی کشورمون رو قوانین عقب مانده میدونن. اما اگر از خود این افراد بپرسیم شما در حوزه خصوصیتون، در خانوادتون، در زندگی شخصیتون چقدر حاضرید به خاطر برابری حقوق را از دست بدید و یا واگذار بکنید ولی در یک محیط سالم برابر زندگی بکنید، اون وقت ممکنه با تأمل و با مقابله حتی مواجه بشیم. خیلی از کسانی که من همین سوال ساده رو در توییترم مطرح کرده بودم اومدن همین پاسخ حتی به صورت مستقیم از خودم پرسیدن که خب ما هم باید نفقه بدیم، هم باید مهریه بدیم و هم باید اجازه خروج از کشور رو ببینیم. ببینید وقتی ما در مورد نظام بردهداری حرف میزنیم با 100 سال فاصله میتونیم بگیم که نظام بردهداری چه آسیبی میتونه به روح و جسم فرد و جامعه وارد بکنه. این همون اتفاقی هست که در ایران داره رخ میده. امروز بازم یک مطلبی خوندم که همسر ایشون، به نقل از همسر خانم زرگری بود که گفته بودن ایشون رفتار، مثلا از رفتار ایشون انتقاد شده بود و بعد گفته بود به خاطر اینه که من ممنوع خروجشون کردم. اصلا این خانواده رو فراموش کنید. ببینید هر مردی باید از خودش بپرسه حقی که به او واگذار شده در این قرارداد ازدواج حق همون حق بردهداریه. شما اگر زن مخالف میل شما رفتار میکنه، اگر به خواستی که شما دارید از خواست جنسی گرفته یا هر چیز دیگه‌ای تمکین نمیکنه یا با شما اختلاف نظر داره، باید بتونید به عنوان دو انسان مشکلتون رو حل بکنید یا اینکه در نهایتش از هم جدا بشید. ولی اینکه شما فکر کنید مالک روح و جسم و شغل و آینده و حقوق اجتماعی و کاری او هستید و میتونید اینطوری اون رو با این ابزار تحت کنترل قرار بدید، این هیچ معنی جز نظام بردهداری نداره. ما هر نام دیگری بخوایم روش بذاریم، خانواده اسلامی، خانواده مقدس، اونم حفظ نظام خانواده، هر چیز دیگری، ما داریم رنگ میکنیم این واقعیت رو که اسمش بردهداریه. اگر با بردهداری مخالفیم باید بپذیریم که بعد مسئولیت شخصی داریم در برابرش، باید یک سری از حقوق رو واگذار کنیم. این حقوق حفظ احترام به شعور و تشخیص همسرمون هست. اگر قبولش داریم بنابراین میتونیم قدم بعدی رو برداریم و مدعی بشیم که ما خواهان یک نظام برابر و دموکرات هستیم. بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، کنشگر اجتماعی از ترونتهایم نروژ. ممنون که در این برنامه ما را همراهی کردید.